میخوام از آقای واحدی بپرسم که ببینم که این رژیم رو فکر میکنن کی سرنگون میشه. متشکرم. دو سال پیش من رفت بودم برای سیزده به درد، همین جای اطراف مریلند. یه خانم آقای اومدن همین سوال رو از من کردن. اون چیزی که اونجا گفتم از نخواه اینن بگم. خواهش میکنم. گفتم که هر شما اخبار رو گوش کنید، هر روزی گفتن آقای خاتمی و آقای رفسنجانی مردن، دو سال برش آقای خامنه‌ای هم میره. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه قدرتی که در واقع آقای خامنه‌ای بیش از این که بر نیروهای خودش متکی باشه، بر این آقای متکی، یعنی قدرتی که یا آمدانه یا غیر آمدانه فریب میدن مردم و مردم سر کار میذارن و سرگرم میکنن، یکی از عوامل متاسفانه قدرت آقای خامنه‌ای. الان هم همون رو تکرار میکنم. رئیس آدم اومدن از چند ماه پیش گفتن خیلی خوب سکوت کنید، ما میخوام انتخابات مجلس رو ببریم، بعد میان تو مجلس پدرشون در بیاریم. یک حرف دروغی که حداقل اونهایی که حرف طراحی کردن خودشون میدونن دروغ میگن. مجلس هیچ وقت دست اصلاح طلبا دیگه نخواهد افتاد تا زمانی که آقای خامنه‌ای هست، و اگر هم بیفته چیزی نمیشه. یعنی شما فکر کنید فردا صبح اصلا مجلس ششم دوباره تشکیل بشه به ریاست آقای کروبی، اصلا مجلسی که تو این کشور چه کاره هست؟ مجلسی که وزیر حق نداره عزل بکنه در دوره آقای احمدی نژاد و دوره لاجان دیدیم، مجلسی که قانونگذاری میخواد بکنه. اینو من بارها گفتم ولی چون مسئله مهمی میگم. آقای علی لاجانی میاد پشت تریبون میشینه میگه من امروز صبح با مقام معظم رهبری صحبت کردم، ایشون گفتن مجلس میتواند در مورد وزارت تعاون قانون تصویب کنند، یعنی دیگه وزارت تعاون نه وزارت امنیتی نه چیزی. اصلا فرض کنیم که مجلس افتاد دست این، ولی میخوان چیکار کنن؟ خب با یه هم چیزی، یا یه دنگر مجلس خبرگان میخوان بگیرن. خب مجلس خبرگانی که 80-90 درصدشون مرید آقای رفسنجانی بودن، اما با یک اشاره دفتر رهبری میرن به یک آدم واقعا ننگ به نام شیخ محمد یزدی که 10 سال ریاستش بر قوه قضاییه، هنوز حالا غیر از ننگ آفرینی دیگه‌اش 10 سال مدیریتیشون بر قوه قضاییه، وقتی تموم شد جانشین شما شاهدی بودن که ویرانه تحویل گرفتن. با دستور آقای خامنه‌ای شیخ محمد یزدی بر ریاست خبرگان ترجیح داده میشه به رفسنجانی. حالا فرض کنیم مثلا خبرگان قطعاً خبرگان بعدی رو از این خبرگان بدتر خواهند کرد. حالا یه دو جمع شدن مردم دارن فریب میدن میگن خیلی خوب یه سال دیگه صبر کنیم انتخابات خبرگان و مجلس که پیش اومد اینا پدرشون در میاریم. یعنی در واقع یک سال مجدد به خامنه‌ای مهلت میدن، هر نوع تحرک در جامعه رو خفه میکنن، هر نوع تحرک در جامعه رو به امید کاذب بگرس گرفتن مجلس و مجلس خبرگان. تا زمانی که این گروه ها هستن خیلی امید به سرنگونی آقای خامنه‌ای نداشته باشید. مگر من به خود آقای خامنه‌ای بیشتر امیدوارم تا به اینها.